آقای امینی، در دو هفته گذشته، کاش ما همیشه شما رو خندان ببینیم، در دو هفته گذشته گفتگویی داشتیم با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ، که طی این دو برنامه آقای امینی بر شالوده اسناد و بر پایه گزارش هایی که در دستند، چهره ای از عبدالحسین تیمورتاش رو ترسیم کردند که شاید با آنچه در حافظه عمومی ایرانیان و از جمله تاریخ پژوهان تا به امروز وجود داشته متفاوت باشد. بنا بود که امروز هم موضوع بررسی زندگی و زمانه تیمورتاش رو پیگیری کنیم، از جمله به موضوع بسیار جالب مذاکرات ایران با بریتانیا درباره بحرین در دوران رضا شاه بپردازیم. اما دو رویداد بسیار مهم در این روزهای گذشته دست کم نیاز به یک اشاره مختصر در آغاز برنامه دارند. با اجازه بینندگان و با توافق آقای امینی، نخست با آنها می‌پردازیم و سپس گفتگو درباره تیمورتاش را دنبال می‌کنیم. آقای امینی، درود بر شما. درود دیگر باره بر شما. آقای امینی، شما این دگرگونی بسیار مهم سیاسی در ساختار جانشینی در عربستان سعودی را حتما دنبال کرده اید. با تغییر ترکیب سیاسی در عربستان، ایران نشانه گرفته شده است. مرتبا پیکانهایی به سوی ایران، به سوی اصالت ما، به سوی تمامیت ما پرتاب می شود. با توجه به سخنان تندی که در این سالهای گذشته از ولیعهد تازه عربستان بازگو شده، آیا این نشان درگیری آشکار عربستان با ایران است؟ آیا این تغییر را بخشی از سیاست دولت آقای ترامپ و وزرای امور خارجه و دفاع این کشور برآورد می‌کنید؟ یکی از هممیهنان بسیار آگاه به مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه که ضمناً از پیگیرترین شنوندگان و بینندگان برنامه‌های جناب عالی است، از من خواست که امروز از شما بپرسم که با توجه به این واقعیت که دولت عربستان دولتی بسیار واپسگراست و کشور عربستان نیز در پرتوی سیاست‌های این دولت و قدرت رهبران تندروی وهابی، کشوری عقب مانده تر از رژیم ایران به شمار می آید، و با توجه به اینکه سفارایی بزرگی برای جنگ با ایران و شاید خدای نکرده تجزیه ایران با پول عربستان سازمان داده شده، آیا شما با آن دست از ایرانیانی که از فرط دشمنی با جمهوری اسلامی با دولت عربستان و دولت آقای ترامپ همسو شدند موافقید جایگاه منافع ملی ایران در چنین درگیری ها چه خواهد بود؟ و زبانم لال، اگر ایران هدف حمله نظامی مشترک آمریکا، عربستان، اسرائیل و دیگران قرار بگیرد چه باید کرد؟ بسیار سپاسگزارم جناب موری. البته این پرسش شما دو بخش داره. من نخست بخش بیرون از اون نامه این همیهن بیننده برنامه میپردازم. این رویداد عربستان اگرچه شاید غیر قابل انتظار بود به این سرعت انجام بشود، اما بخشی از سیاستی است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای اوباما در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ در خاورمیانه شکل گرفته. البته اگر
به جز آقای ترامپ، مثلا خانم کلینتون هم انتخاب شده بود، نیروهای درگیر در خاورمیانه این سیاست رو دنبال می‌کردند، یعنی عربستان، کشورهای جنوبی خلیج فارس و کشورهای مانند مصر و دیگران، و با پشتیبانی اسرائیل این سیاست رو پشتیبانی می‌کردند. اما اینکه در داخل دولت عربستان ولیعهد رو کنار نهادند و فرزند پادشاه که بسیار تندرو هست و سخنان بسیار تندی رو در این سالها علیه ایران به کار برده و کسی بوده که مسئول پروژه درگیری با ایران و حوثی‌ها در یمن به شمار می آمده، او رو ولیعهد کردن گواهی بر این است که سفارایی و درگیری با ایران به مرحله انفجاری رسیده. این آقای محمد ابن سلیمان سلمان، پوزش بخوام، محمد ابن سلمان پسر پادشاه کنونی عربستان، هفته گذشته در یک مصاحبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، البته میگفت ایران، جمهوری اسلامی هم نمیگفت، گفت ایران دشمن اصلی کشور ماست، یعنی عربستان، و ایران میخواهد چیرگی کند، چیرگی است، به چیرگی دست بیاورد بر تمام دنیای اسلامی، که من نمیدانم چگونه یک کشور شیعی میتواند بر دنیای اسلامی که 90% اهل سنت هستند چیره بشود، و میخواهد ایران که بر مکه و مدینه دست بیاورد. ما اجازه نخواهیم داد که این کارزار به داخل کشور ما کشیده شود. ما این کارزار رو به خود ایران خواهیم کشاند. این سخنان پیش از این رویداد تروریستی ده پیش ایران بود که کسانی کوشش کردند که در آرامگاه آقای خمینی و در مجلس به یک کار تروریستی دست بزنند، که در اون هنگام من در آغاز برداشتم این بود که این کار داعشی ها بوده. امروز فکر میکنم کار داعش نبوده، احتمالاً کار گروه هایی است که از پشتیبانی عربستان برخوردار هستند. حالا به هر روی، من بارها در این برنامه و برنامه های خودم گفتم که تا هنگامی که ایران دست از این رزماراری، این درگیری در خاورمیانه بر ندارد، تا هنگامی که ایران در سودای گسترش نفوذ خود در کشورهای پیرامون ایران باشد، به ویژه در کشورهای عربی اساساً، چون تو افغانستان اونقدر اهمیت نمیدهد، یا تاجیکستان یا کشورهای دیگر، همه کوشش ایران برای نفوذ در میان مسلمانان در کشورهای عربی است، عراق، یمن، سوریه، لبنان، جایهایی است که ایران انگشت در بحرانهای اونجا کرده و این بحرانها شده، و این گسترش که بحرانها طبیعتاً به درگیری ایران در دریانهایی که شکل گرفته کمک میکنه. واقعیت این است که ما با یک سفارایی بسیار بسیار نیرومند در برابر ایران روبرو هستیم و این سفارایی میتواند به جنگ بیانجامد، و با این دگرگونی در ساختار جایگزینی و ولیعهدی در عربستان، دولت عربستان رسما اعلام کرده پس از بریدن رابطه دیپلماتیک با قطر و درگیری آشکار با قطر، که موضوع درگیری با ایران در کانون سیاست داخلی و خارجی عربستان نشسته است. این آقای محمد ابن سلمان می رود تا عربستان رو به طور آشکار درگیر حتی نظامی با ایران بکند. بخش دوم پرسش شما رو اگر ممکنه خلاصه از اون رو برای من بخوانید که گفتید یکی از هممیهنان اشاره کرده. بله، اما رویداد دیگری که ببخشید، نه، قسمت چیز رو دارم خدمتتون میگم. بله، پرسشی کردی در مورد یکی از هممیهنان گفته که سفارایی بزرگی برای جنگ با ایران، با من الان یادداشت کردم ولی جزئیاتش یادم نیست، پس بدید که من نگاه کنم. یادداشت من این بود که ایشون پرسیدن که آیا شما از فرط دشمنی با جمهوری اسلامی موافقید که به دولت عربستان یا دولت ترامپ باید هماهنگ شد، و اشاره کردن اگر اشتباه نکنم به جایگاه منافع ملی ایران
که منافع ملی ایران در این ماجرا چه خواهد بود. درست میگم این پرسش بود؟ بله بله. جناب مهری، موضوع منافع ملی در این دوران بسیار دردناکی که ما در این 40 سال گذشته باش روبرو بودیم از جایگاه خودش تکان خورده و دگرگون شده. منافع ملی یا نشنال اینترستش در زبان انگلیسی میگن، این در واقع از دوران مدرنیته زایده شده. البته نخستین کسی که اشاره کرده به منفعتی به نام منفعت ملی بیرون از منفعت مذهبی گویا ماکیاولی بوده، ولی در فرانسه این واژه در واقع سکه این واژه ضرب شد و شما بهتر از من میدانید، آشناتر از من به زبان فرانسه هستید، به اون میگن رزون دتا یا چرایی دولت، که این رزون دتا تبدیل شده به منافع ملی، که دولت برای چی بر سر کار هست، منافع ملی در چارچوب دولت چیست. و این در 200 سال گذشته این موضوع منفعت ملی یا منافع ملی یا رزون دتا رفته رفته تحول پیدا کرده. شاید در آغاز کار این یک پدیده نوعی در برابر مذهب بود، در برابر باورهای مذهبی بود. چرا این رو خدمتتون میگم؟ چون تا پیش از پیدایش منافع ملی گروه بندی های اجتماعی منفعت مذهبی رو بر منفعت ملی برتر میدانستند و ما چیزی به نام منفعت ملی در بسیاری از کشورهای جهان نداشتیم. مثلا ملت به مفهوم مدرن کلمه شکل نگرفته بود. ما با یک براستی باید گفت بازگشتی در سپهر سیاست ایران روبرو هستیم. یعنی کوششی که در دوران مدرنیته ایران 150 سال پیش آغاز شد تا پدیده‌ای به نام ملت و منفعت ملت و شرکت ملت در زندگی سیاسی و اقتصادی خود شکل بگیرد و از در سایه اون انقلاب مشروطه و مجلس مشروطه به وجود آمد و ملت وارد بازی سیاست شد، ملت بخشی از ساختن دولت شد، چون دولت اون هنگام نماینده ملت نبود و بنا شد که ملت و دولت در واقع با هم پیوند پیدا کنند، دولت نماینده ملت باشد، قدرت دولت، قدرت فرمانروایی برآمده از اراده ملت باشد. به این ترتیب ما پدیده‌ای به نام منافع ملی مدرن رو در ایران باهاش روبرو شدیم. این منافع ملی مدرن، منافع ملی یا منافع دولت حاکم نیست، منافع ملی شهروندان یک کشور است. در دوران جمهوری اسلامی مفهوم منافع ملی به کنار رفته، کمرنگ شده و صورت مذهبی پیدا کرده. یعنی ایران، دولت ایران که دولتی شیعی و تبعیض‌گرا در این راستا است و کشور ایران رو کشور شیعی قلمداد میکنه، منافع ملی ایران رو با منافع و موقعیت گروه های شیعی در جهان پیوند میدهد. یعنی در عراق دنبال پیوند با شیعیان عراق است، در سوریه چون دولت اسد از علویان آمده و یک بند نازکی با شیعه دارد، با اونها نزدیک از حوتیان چون یک گونه شیعه هستند اما اینا شیعه 12 امامی نیستن، با اونها نزدیک است و به ویژه در لبنان از دیرباز با حزب الله و جریان‌های شیعی نزدیک بوده. در حالی که منافع ملی ایران ایجاب می‌کنه که ایران فرا مذهبی نگاه کنه، با همسایگانی که شیعی هم نیستن پیوند پیدا بکنه. ما دارای پیوندهای فرهنگی تاریخی با بخش بزرگی از آسیای میانه هستیم، آسیای مرکزی هستیم، از تاجیکستان و ترکمنستان گرفته و افغانستان تا مرز چین ما دارای پیشینه تاریخی فرهنگی هستیم. چرا با اونها روابط بیشتر گسترش نمیدهیم؟ ما دارای روابط فرهنگی تاریخی اقتصادی با هند هستیم، در حالی که دولت ایران توجه چندانی به این موضوع نداره. نگاه ایران به سوی دنیای اسلامی و در دنیای اسلامی به سوی شیعیان هست.
و بنابراین منافع ملی در فرهنگ سیاسی امروز جایگاهی نداره. مسئله بله؟ جایگاهی نداره. جایگاهش مذهبی شده. منافع ملی ایران منافع مذهبیه. رزوندتا در ایران ماندگاری دولت دینی است. موضوع حاکمیت ملت دیگر کنار رفته. بنابراین کسانی که فکر میکنند منافع ملی ما در صورت درگیری میان ایران و گیرم عربستان در پشتیبانی از دولت جمهوری اسلامی نهفته است اشتباه میکنند. البته من خیلی روشن و صریح باید بگویم که من با هیچ گونه دخالت نظامی در ایران حتی به بهانه براندازی حکومت موافق نیستم. من فکر میکنم که همان گونه که سالها پیش در برنامه رادیویی با شما به اون پرداختم، در هنگامی که هنوز من و شما در این تلویزیون نبودید، باورم بر این است که دیوار خودکامگی رو آجر به آجر باید ویران کرد، نه با بولدوزر. اما در این حال فکر میکنم که این افسانه که گویا منافع جمهوری اسلامی در واقع همان منافع ملی ما ایرانیان است، یک برداشت بسیار بسیار نادرستی است و منافع جمهوری اسلامی منافع شیعیان هست، دولت شیعی است، منافع ملی نیست، منافع مذهبی است. منافع ملی ما با گسترش حقوق شهروندی، با آزادی، دموکراسی، شرکت شهروندان در سرنوشت آینده خودشون و از همه اینها مهمتر در راستای موقعیت تاکتیکی مسئله منافع ملی، یک چیز رو باید شما در نظر بگیرید. میبخشید که طولانی شد پاسخم. ببینید جناب محبی، کسانی که علاقمند به قایقرانی هستن، قایقای بادبانی، چون من بودم و هنوز هم هستم، وقتی میرن به کلاس یادگیری اینکه این قایق رو چریختی اداره بکنن، حالا بر اندازه که این قایق هست دو نفر گرداننده داره یا یک نفر، پس از ساعتها آموزش در پایان کار آموزگار به اونها میگوید که همه این اندرسایی که من به شما دادم که کدام طرف باید بروید کدام طرف نباید بروید، اگر یک قایق خیلی بزرگی به طرف شما میامد، این بحثای منو فراموش کنید و به کنار برید، حق با اون قایقه. یعنی یک کشور با موقعیت ایران که در برابر یک جبهه متحد نظامی، سیاسی، اقتصادی قرار گرفته که ده‌ها بار نیرومندتر از موقعیت ایران است، اینجا دیگر حلم مبارز نمی‌تواند به سینه نمی‌کوبد و بگوید که من شما رو نابود خواهم کرد. ما اینها رو شنیدیم، ما اینها رو از زبان بیشتر خودکامگانی که از میان رفتن در دنیا شنیده ایم که آقای صدام حسین می‌خواست عراق رو به گورستان سربازان آمریکا تبدیل کنه، و این رو از زبان دیگران هم شنیدیم و امروز هم این رو از زبان رهبران جمهوری اسلامی میشنویم و رهبران سپاه پاسداران. واقعیت این است که از نقطه نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی ایران دارای توانایی درگیری نظامی، اقتصادی و سیاسی با یک جبهه گسترده ایالات متحده آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی، عربستان، کویت، شیخ نشین‌ها و مصر و دیگر کشورها نیست. در اینجا باید درایت به وجود بیاید. واپس نشینی به سود منافع ملی ایران است. جلوگیری از دست اندازی در کشورهای پیرامون، پایان دادن به دخالت در سوریه، پایان دادن به پشتیبانی از حزب الله در لبنان، واگذاردن سرنوشت مردم عراق به خود مردم عراق و عدم دخالت در اونجا به این معنا نیست که ما نباید نسبت به جریان‌های مختلف در خاورمیانه توجه کنیم و در اونها تأثیر بگذاریم، اما این تأثیرگذاری باید راه‌های سیاسی و اقتصادی باشد و نه فرستادن سپاه پاسداران و انداختن موشک. و این است که ما با یک بحران تاریخی روبرو هستیم که با سرنوشت ایران پیوند پیدا کرده و شوربخت و کسانی که گمان کنند منافع جمهوری اسلامی همان منافع ملی ایران است. خیلی ممنون آقای امینی. این هممیهنی که از او یاد کردید، چنوندهی که از او یاد کردید، به یک رویداد دیگری هم اشاره کرده. بله. و اون انتشار کتاب اسناد سیا و وزارت خارجه
آمریکاست که گویا حاوی اسناد تازه است. شما در برنامه یک کلمه هفته گذشته خودتون فرمودید که در این مجموعه اسنادی است که تاکنون در دسترس ما نبودند. یکی از ناسزاگویان به شما که آماج برخورد شما در کتاب سوداگری با تاریخ هم بوده، سخنان شما رو تمسخر کرده و میگوید که هیچ سند تازه‌ای در این مجموعه نیست. چنین است؟ البته این یادداشت کوتاه این آقایی که ازش یاد کردید نشان میدهد ایشان این اسناد رو نخوانده. این مجموعه اسناد از سه جنبه دارای ارزش بسیار مهمی است و تازگی داره. نخست اینکه بسیاری از پژوهشگران از جمله خود من یا آقای گازیروفسکی یا مارکم برن یا آقای علی رهنما و دیگرانی که درباره 28 مرداد یا درباره رویدادهای دوران زمانداری مصدق و نقش بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کار کردند، به برخی از این اسناد دست یافته بودند، البته با سیاه شدن بخشهای از اونها. برخی از این اسناد، همه اونها نه، پیشتر در آرشیو وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شده، برخی از اونها منتشر نشده بود. اونهایی هم که منتشر شده بود و کسانی مانند خود من به اونها دسترسی داشتیم، اسنادی بودند که میتوان گفت 50% بخشی از این اسناد از بین رفته یا سیاه شده بود، یعنی در دسترس ما نبود و باید با گمانه، با تردید در واقع به اون نگاه میکردیم. اهمیت مجموعی اسناد در این است که برای نخستین بار نه یک وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا مانند خانم مدلن در یک دوران کوشش برای بهبود روابط سیاسی با ایران، نه یک شخصیت سیاسی ایالات متحده آمریکا، بلکه بلند پایه ترین مقام یا جایگاه رسمی دولتی در حوزه دیپلماتیک، یعنی وزارت امور خارجه، آن هم در دوران آقای ترامپ، این اسناد رو منتشر کرده. در دوران آقای اوباما از انتشار این اسناد جلوگیری شد، چون باور بر این بود که زیان خواهد رساند و چیزهایی در این اسناد هست که بیشتر از پیش تشویق میکنه این اندیشه رو که ایالات متحده آمریکا و سی‌آی‌ای از تدارک بینندگان اصلی کودتای 1332 بودند. این مجموعه چون رسمی است، هر گونه تردید رو از میان میبرد که کسی بیاید و بگوید که این حرفا رو خانم مادلین آلبرایت زده، این حرفا رو فلان کس زده، این جنبه رسمی نداره. وزارت امور خارجه آمریکا هم با همکاری سازمان CIA مجموعی رو که همه اسناد رو در بر نمیگیره، نزدیک 1000 صفحه است، اینها رو که بخشی از اونها پیشتر منتشر شده بوده در کنار هم نهادن و در لابلای اونها اسنادی رو قرار دادن که بسیار جالب است. بنابراین نخستین جنبه با ارزش این مجموعه اسناد در این است که رسمی است و جای تردید نیست. مثلا گزارشی که از سوی ویلبر در سال 2000 به چاپ رسید، نخست در نیویورک تایمز و سپس در بارها چاپ شد، هیچگاه CIA نپذیرفته بود که این گزارش گزارش رسمی است. این مجموعه نشان میدهد که گزارش ویلبر، چه گزارش ویلبر پس از کودتای 28 مرداد، چه گزارشی که ویلبر و نورمن از نیکوزیا برای CIA و MI6 میفرستند، اینها گزارش رسمی بوده و اگرچه در اینجا اون گزارش بازگو نشده، ولی اشاره به خود گزارش میشود. جنبه دوم بسیار با اهمیت این مجموعه در این است که برخی از اسنادی که پیشتر در دسترس ما بوده و اونها شاید 50-60% سیاه شده بود، اینها دیگر در دسترس ماست، یعنی آشکار شده. و اما در لابلای مجموعه اسناد سندهایی وجود داره که تا به امروز آشکار نشده بود. ما میدانستیم که چنین چیزهایی وجود دارد، ولی با تردید و شک و گمان. من چند نمونه رو خدمتتون میگم تا اندکی روشن کرده باشم که چرا میگم که
جنبه های تازه‌ای در این مجموعه. شما تمام اسناد خوندین؟ بله من همه اسناد رو تا 1000 صفحه بوده. بله تا دیشب ساعت امروز بامداد ساعت 4 صبح این اسناد رو نخوابیدین. نخیر. این اسناد به پایان رسوندم و یادداشت‌های زیادی هم برداشتم. من یک نمونه از این اسناد رو برای اینکه پاسخی هم باشد با این آدم‌هایی که بدون بررسی و بدون دانش از مسائل و کارهایی که میکنن که به هر حال بعضی از هممیهنان ما میگن شکمی. بله همین که میگی. بله ببینید در بام در تقریبا میتوان گفت پیش از در شامگاه، در شامگاه روز 24 مرداد، شامگاه روز 24 مرداد مرکز CIA از تهران یک تلگراف فرستاده برای ستاد CIA در لنلی نزدیک واشنگتن در ویرجینیا. عنوان تلگراف چیه؟ به زبان انگلیسی الحمدلله. با این عبارات شروع میشه ال ای ال بعد حمدلله الحمدلله با این شروع میشه. یعنی یک کسی که با فرهنگ ایران و زبان عربی و فارسی و اسلام آشناست این رو فرستاده. چرا میگه الحمدلله؟ میگه که late last night شب پیش، یعنی شب 24 23 مرداد، بذاری انگلیسی شو اول بخونم. late last night accompanied by kisses from Iranian source we informed papers brought by. بعد اسمش میگه classified هست و ادامه میده میگه این اسنادی رو برای ما آوردن کپیشو همراه با بوسه هایی در یعنی بسیار لذت بخش کسی از منابع ایرانی به ما اسنادی رو آورد به پیش ما پیش CIA که این اسناد اصلش در اختیار آقای زاهدی است و این کسی که آورد اسمش کلاسیفایده، این باتمان ولیجه، این فردی که در اینجا اسمش نیامده آقای باتمان ولیج است. منظور فرمان های شاه است. دو فرمانی است که شاه نوشته، یکی برای برکناری مصدق و دیگری فرمان نخست وزیری زاهدی. این رو هنوز به نخست وزیر ایران ندادند، این رو اول بردن سفارت آمریکا به CIA تحویل دادند. در روز 23 مرداد این رو بردن و CIA گزارش داد الحمدلله. روز بعد میگه که به نظر می آید که همه چیز آماده پیشرفت است. Action scheduled midnight tonight. یعنی برنامه ریزی کار برای نیمه شب امروز آماده شده. در این نیمه شب چه اتفاقی می افته؟ آقای باتمان ولیج با فرمان برکناری مصدق به خانه مصدق که کاخ نخست وزیری هم بوده می رود. این رو CIA ساعتها پیش از اینکه باتمان ولیج برود و فرمان شاه رو برای برکناری مصدق، حالا خود فرمان مورد بحث کار ندارم، فرمانده عوض شده، ابلاغ بکنه، این رو اول برده به CIA و CIA گزارش رو به واشنگتن فرستاده، به ویرجینیا فرستاده و بعد میگن هیچ نقشی نداشتن، اصلا آگاه نبودن. حالا بالاتر از این میگوید که earlier meeting دیدارهای پیشین با زاهدی. ببینید آقای اردشیر زاهدی در یادداشت ها خاطراتش و همچنین پدر ایشان منکر این شدند، گفتن دروغ محضه که آقای فضل الله زاهدی، سپهبد زاهدی با مقامات آمریکایی یا CIA به طور پنهان در هفته های پیش از 28 مرداد دیدار کرده. گفتن چنین چیزی نیست اصلا، در گزارش ویلبر آمده بوده ولی خود آقای زاهدی میگه اینا دروغ بوده. این گزارش CIA میگوید در دیدارهای پیشتری که با آقای زاهدی داشتیم، خیلی این نکته جالبه،
که ایشان نشان دادن که آماده گرفتن قدرت هستند، اما یک رشته برنامه هایی در پیش دارن که اینها رو باید ما کوشش کنیم که یه مقدار ایشون نرمش نشون بدن. مثلا ایشان در مورد مردم زحمتکش، مردم فقیر صحبت میکنن. خب بر روی میفهمیدن این مسئله رو، زاهدی گفته و ایشون میگفتن که ما باید به ایرانیان کمک کنیم که کشاورزی اونها رو مکانیزه کنیم و کمک کنیم به برابر شدن درآمد فقیر و توانا در ایران و یه رشته درخواستایی که میکردن. و در پایان می‌نویسه که ما باید به آقای زاهدی یادآوری کنیم که از این بلند پروازی‌ها نکنه. فعلا مسئله ما برانداختن مصدق، این بحث‌ها رو بگذاریم کنار و باید به ایشان ریالیستیک گایدنس بدهیم، یعنی یک راهنمایی واقع بینانه به ایشان بکنیم. این نمونه‌ای از اسناد. سند دیگری وجود داره، چندین سند در این زمینه هست. یکی از این اسناد خیلی جالبه، سندی است که ما میدانستیم چنین اتفاقی افتاده ولی خود سند رو ندیده بودیم، که در ماه مارس یا در فروردین، در نهم فروردین سال 1331 آقای قوام السلطنه از سفیر آمریکا در فرانسه خواسته با همکارانش در هتلی با او دیدار کنند. دو نفر دیگر هم که آدم‌های بلندپایی در دولت افغانستان هستند، به عنوان میانجی در این دیدار بودند. و ببینید، هم مقدمات برانداختن مصدق است. اسناد دیگری باز در این مجموعه است که یکی از مهمترین اونها گزارشی است که شاید پیش از این فقط یک سوم اون رو در دست داشتیم، و اون گزارش که در روز دهم اسفند، یعنی پس از رویداد 9 اسفند 1331، در روز دهم اسفند CIA به لنلی فرستاده و در اون گزارش میدهد که مهمترین چالشی که در ایران در حال شکل‌گیری است، درگیری کاشانی با مصدق است و باید ما جانبداری کنیم. و در اونجا آگاهی های رو ظاهرا در اختیار میدهند که میگویند که با تقلب مصدق جلوگیری کرده از اینکه کاشانی نماینده اول تهران بشود. اینها رو CIA گزارش میده. اینها همه نشان میداد که تا چند اندازه در ژرفای دگرگونی‌های سیاسی ایران دست داشتن. بنابراین ما به جای اینکه بپردازیم به این درگیری که کودتا بوده، اینام به غیره، بپذیریم همان گونه که آقای تیلرسون در سخنرانی هفته گذشته خودشون از دگرگون کردن دولت در ایران، انتقال قدرت سیاسی در ایران سخن گفتن، البته در مورد جمهوری اسلامی موضوع دیگری، چون حکومت یک تبهکار بسیار تبعیض‌گراست، در اون هنگام هم بر پایه بسیاری از این اسناد که من زمان کافی برای توضیح اونها رو ندارم، یک برنامه‌ریزی خیلی آشکاری برای دگرگون کردن دولت ایران وجود می‌داشته که خوشبختانه امروز دیگه کسی نمی‌تواند اونها رو کتمان کنه. آقای امینی، عرض کنم که هفته گذشته شما اشاره کردید گذرا به مقاله، به تحلیل تایمز چاپ لندن. بله. و شما این تحلیل رو آغاز فرود قدرت در ایران دانستید. قدرت تیمورتاش منظورتونه؟ تیمورتاش. شما رفتید، یعنی شما دیگه رفتید از 28 من جلو جلو رفتم. بله، اصلا من متوجه این سفر نه خط خودم نتونستم بخونم، سفر فکری شما نشدم. خب منظورتون این که ما بازگردیم به این و توضیح ندادید. بله دیگه، این جای خطم خوبه. خب. و توضیح ندادید که موضوع این مقاله چه بوده و چه تأثیری بر شخص رضا شاه داشته. ببینید، من در هفته گذشته پوزش میخوام از همیهنان که گفتگو بر سر این دو بخش آغازین برنامه به درازا کشید و ما وعده داده بودیم که امروز به تیمورتاش بپردازیم، هفته آینده حتما چنین خواهیم کرد. ببینید، من اشاره کردم به اینکه فراز و فرود تیمورتاش در این دوران چگونه بوده و اشاره کردم که به دلایلی که به ویژه در این برنامه امروز در نظر داشتم در موضوع برخورد مسئله بحرین و نفت نشان بدم که تا چه اندازه تیمورتاش با دولت بریتانیا گلاویز شده بوده، درگیری داشته. دولت بریتانیا تیمورتاش رو موی دماغ خودش می‌دانسته.
و فکر میکرده که تا هنگامی که تیمورتاش سر کار هست اونها نخواهند توانست در کنترل دولت ایران نقش برجسته‌ای داشته باشند. یعنی برخلاف برداشتهایی که مطرح شده، تیمورتاش روی همرفته یک شخصیت میهن پرستی بوده که کوشش میکرده، البته با همه جنبه های منفی که در شخصیت او بوده، در برابر بریتانیا بیسته. این است که بریتانیا با یه درایتی تصمیم میگیرد که تیمورتاش رو اگر نمیتوان از راه درگیری مستقیم و یا بدگویی پیش رضا شاه برکنار کرد، بیاییم و از راه خوشگویی او رو برکنار کنیم. و این از شگردهای بسیار زیبای زیبا به مفهوم واقعا توانای این دولت پرکار و پرسابقه بریتانیا بوده. در اون هنگام تیمورتاش جایگاه بسیار بلندی داشت، یعنی همه کاری دولت در ایران بود و رضا شاه تقریبا کاری رو نبود که به اون نسپرده باشه. قلب و روح و مهر و همه اعتماد رضا شاه رو هم در دست داشت. البته هر فرمانروای خودکامه‌ای نسبت به پیرامونیان خود بدبین هست و کوشش میکنه اونها رو کنترل کنه. رضا شاه آدمی مانند مخلص سلطنه هدایت رو به نخست وزیری برگزیده بود که یک بله قربانگو بود و آدمی نبود که اصلا هیچ گونه مقاومتی در برابر هیچ موضوعی در برابر رضا شاه از خودش نشان بده. تیمورتاش چنین نبود. نه این است که او مقاومت در مقابل رضا شاه میکرد، او در واقع مغز رضا شاه بود. او در واقع کسی بود که خیلی از مسائلی که رضا شاه بعدها به او یا در همون دوران به اون دست میزد، مانند از جمله مسئله راهن و یا درگیری یا افزایش نیروی دریایی ایران و چیزهایی از این دست، رو به رضا شاه تفهیم میکرد. آدم بسیار باهوش و با دانش و آگاه از مسائل جهانی بود. بنابراین دولت بریتانیا بران شد که تیمورتاش رو از راه ستایش براندازه. مقاله‌ای در مجله تایمز منتشر شد که در اون عنوانش بود تیمورتاش. روزنامه بود یا مجله؟ مجله بود. منتشر شد که در اون گفته بود که تیمورتاش مرد اول کشور ایران. این تایمز لندنه، مجله نیست، روزنامه است. پوزش بخوام روزنامه است. بله، تایمز مجله، تایمز آمریکاست. این مال لندن است که تایمز است. مقاله منتشر شد ظاهرا با یک نام یکی از این نویسندگان مجله، ولی با ستایش از تیمورتاش که آدم اصلی مملکت ایران واقعا تیمورتاش. و در این مقاله آمده بود که رضا شاه کهنساله، حالا ببینید این نزدیک 10 سال پیش از پایان پادشاهی رضا شاه، ولی رضا شاه کهنساله و فرزند او ولیعهد هم خردسال هست و اگر رضا شاه بمیرد درگذرد، تیمورتاش همه کاری ایران خواهد شد و رجال و بزرگان بریتانیا باید با تیمورتاش کنار بیان. ببینید این ظاهرا تعریف از تیمورتاشه، ولی در واقع داره به رضا شاه پیام میده آقا این مرد در پناه، در نشسته آماده است که شما در بگذرید، حالا به طور طبیعی یا غیر طبیعی، تا عملا یک کتاز سیاست ایران بشه. و در واقع از زبان سیاستمداران انگلیسی که تایمز دیدگاه اونها رو منتشر میکرده، بازگو میکرده، مطالبی رو منتشر میکنن تا دشمنان تیمورتاش به ویژه آدمای مانند آیروم اینها بروند و این نوشتار رو به رضا شاه نشان بدهن. ببینید انگلیسی ها هم دریافتن که ایشان کمین نشسته است که شما در بگذارید یا شاید شما رو سربریز کنه و خودش همه کاره کشور بشود. انگلیسی ها معتقد هستند که تیمورتاش همه کاره کشور است. فرود تیمورتاش از این زمان آغاز میشه، یعنی از این زمان است که شاه به خودش میاد که بله این تیمورتاش در کمین نشسته، در حالی که تیمورتاش هیچ نشانی از این رو در دست نگذاشته. البته طبیعی است که آدمی مانند تیمورتاش با اون استعداد توانایی ها
بعدش نمی آمد که همه کار ایران بشود، به ویژه این که در یه دوره آغازین هم گرایش به جمهوری داشت. بنابراین تیمورتاش رو کنار نهادن. این مقاله تایمز تدبیر سیاست کهن بریتانیا برای کنار نهادن تیمورتاش بود که البته تیمورتاش خودش هم به این بازی کمک کرد با این کاری که کرد. خیلی ممنون آقای امینی عزیز. در ضمن به پرسش دیگر یکی از بینندگان ما در مورد بحرین پاسخ بدهید. شما امروز بامداد به من گفتید پرسش دیگری هم رسیده در مورد تیمورتاش که همیهنی گفتن که بله اونم هستش. بله اون رو اگر وقت داری تو به این مربوط میشه من به بحرین به هفته دیگه بپردازم. به این بسیار این دیدگاه این شنونده این است که آیا تیمورتاش مهندس و معمار اصلی خودکامگی و تمرکز قدرت فردی در ایران بوده یا او مهندس و معمار اصلی پروژه های ببخشید مدرن سازی و پیشرفت عصر رضاشاهی؟ به علاوه شما از مرگ دردناک تیمورتاش در زندان در 1312 سخن گفتید، ولی به کسانی که با پشتیبانی تیمورتاش به زندان افتادند یا تبعید شدند اشاره‌ای نکردید. آیا آگاهی‌های در این زمینه در دست است؟ جناب مولوی در این جای گفتگو نیست که تیمورتاش شریک همه دردهایی است که ما در اون دوران داشتیم، یعنی چه در مهندسی انتخابات با دخالت آشکار از بالا و دادن سیاهه برای که چه کسی میتواند به مجلس راه پیدا بکند، چه در گزینش کارکنان وزارتخانه ها و چه در گرفتن مخالفان و زندان کردن اونها اندرزگو و همراه پادشاه بوده. در این جای گفتگو نیست، هیچ کس نمیتواند این گونه برداشت کنه از آنچه که من در دو هفته گذشته گفتم که تیمورتاش شمس وزیر بوده و آدم خوبی بوده، دلش میخواسته کارهای نیکی انجام بشود و یه قمر وزیر دیگری بوده که این کارها را انجام میداده. نه، قمر وزیر کی بوده؟ گویا در داستان معروف امیر ارسلان بود. چه بود شمس وزیر و قمر وزیر داشتیم، یکی خوب بوده یکی بد بود. حالا من درست یادم نیست، از بچگی چیزایی به یادم مونده. ولی تیمورتاش نفر دوم پس از رضا شاه بود. اصلا بسیاری از کارهایی که رضا شاه انجام میداد بدون اندرز تیمورتاش شدنی نبود. یه کمی برگردیم به تاریخ نگاه کنید، این آدمی است که خانزاده نیست، اگرچه به او گفته بودن خان نردینسکی. این رو به این دلیل برای خودش هم برای خودش انتخاب کرده بوده، چون در مدرسه ای که در سنت پیترزبورگ میرفته شماری از بزرگزادگان، خانزادگان، شاهزادگان جاهای دیگر بودند، به اینها در زبان روسی به عنوان مثلا خان نخجوانسکی، چون از نخجوان آمده بودند، به این گونه اشاره میکردند. او هم برای خودش سابقه ای ساخته که منم از نردین هستم و خان نردینسکی هستم. سه دقیقه وقت داری. بله، این آدمی با این برحال پیشینه که در سنین بسیار پایین پس از درس خیلی خوبی که خوانده بوده به مجلس دوم راه می‌یابد و در مجلس سوم و چهارم هم انتخاب می‌شود و سپس می‌شود والی گیلان و در گیلان سرکوب شدید می‌کند مخالفان رو. در این جای گفتگو نیست و یکی از دلایل سرکوب جنبش میرزا کوچک خان کارهایی بوده که تیمورتاش در اونجا انجام داده. ولی آدمی است بسیار بسیار دانا، در واقع رضا شاه درس خوانده است و این آدم در سال 1300 هنگامی که کودتا 1299 روی میدهد عضو فراکسیون حزب سوسیالیست در مجلس هست، یعنی با جناح چپ مجلس همراهی میکنه و سپس هنگامی که والی کرمان میشود نامه‌ای نوشته به تقی‌زاده که دوران سوسیالیسم در ایران هنوز زود است، یعنی ایران برای سوسیالیسم زود است، آرمان‌هاشو میپذیره
و میگه بیایید و با هم یک حزب لیبرال دموکرات درست کنیم. چنین آدمی به راستی مهندس بسیاری از کارهای پیشرفته اون دوران است و نخستین کسی است که موضوع کاهش سهم بریتانیا رو در شرکت افزایش درآمد ایران رو از شرکت نفت ایران انگلیس مطرح میکنه، راهن رو مطرح میکنه، کشف حجاب رو مطرح میکنه، درگیری با آخوندها رو به عنوان نیروی ارتجایی جامعه مطرح میکنه و خیلی چیزهای دیگر. اما در این حال مهندس استبداد خودکامگی در جامعه هم هست، منتها با یک نوع درایتی، یعنی واقعا باور داشته که بدون تمرکز قدرت در دست رضا شاه و حلقه زدن پیرامون رضا شاه گروهی از روشنفکران، ما نمیتوانیم به دستاوردهای انقلاب مشروطه برسیم یا به آرمانهای انقلاب مشروطه دسترسی پیدا بکنیم. این یک اندیشه روشن سیاسی است و در این راستا کارهای نادرستی هم از تیمورتاش روی میدهد. ارزیابی من در این است که تیمورتاش در این دوران جنبه مثبت کارهای او بر جنبه منفی کارهای او میچربد. یعنی او اگرچه شریک خودکامگی و بسیاری از سیاهکاری های اون زمانه است و اگرچه در زمینه اخلاقی و زمینه های مالی هم میتوان گفت که شریک است در بسیاری از کارهای بدی که در جامعه انجام میشود، ولی روی هم رفته آدمی است که یک نوع نگاه بسیار پیشرو نسبت به آینده ایران داره و توانایی ویژه‌ای هم برای رسیدن به این جایگاه برخوردار است. و این است که من کوشش دارم میکنم که بیشتر این آدم رو بشناسیم و جایگاه او رو دریابیم. به ویژه در برخورد با دولت بریتانیا باید گفت که در این دوران 7 ساله 1305 تا 1312 6 ساله 7 ساله نماد مقاومت ایرانیان در مقابل کارهایی است که بریتانیا سالهای درازی رو در ایران انجام داده. خیلی ممنون. سپاسگزارم. آقای امینی عزیز، بحث بحرین در هفته آینده. حتما. خیلی ممنون ازتون و ممنون از همیهنانی که به این برنامه هرچه بیشتر توجه دارند و حتی کسانی که دشمنی دارند با ایران پژوهان. از آقای امیر خیلی متشکرم، کارگردان برنامه.